شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی ایران ظرف 2 سال گذشته افزایش یافته است. این را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. در گزارشی که به تازگی و از شرایط کسب و کار در ایران در تابستان امسال منتشر کرده. این گزارش بر مبنای نظرسنجی از 271 تشکل اقتصادی در سراسر کشور تهیه شده است. از نظر این تشکل‌ها وضعیت مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران همچنان نامساعد است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نشان می‌دهد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی نامناسب‌تر از سایر مؤلفه‌ها است. نتیجه مطالعه مرکز پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد وضعیت محیط کسب و کار در استان‌های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه در بدترین شرایط نسبت به سایر نواحی ایران است. تشکل‌های اقتصادی سراسر ایران همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردند که بانک‌ها، دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و شهرداری‌ها جزء فاسدترین ارگان‌ها در کشور هستند. این وضعیت در مجموع شواهدی از نامساعد بودن محیط کسب و کار در ایران است. به این ترتیب روشن می شود که فعالان اقتصادی و کسانی که در صدد شروع یک فعالیت اقتصادی هستند باید برای فعالیت خود با مشکلات حاشیه‌ای اما مهمی دست و پنجه نرم کنند. وضعیتی که در نهایت بر فضای عمومی اقتصاد ایران تأثیر منفی دارد و خود را در شاخص‌هایی مانند رشد پایین اقتصادی، بیکاری بالا و تورم و رکود نشان می‌دهد. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی هم نشان می‌دهد رتبه ایران از نظر سهولت تجارت و بازرگانی بهتر شده و در میان 189 کشور در رتبه 118 است. رتبه‌ای که اگرچه از نظر این سازمان نسبت به سال گذشته میلادی بهتر شده، اما فاصله ای بسیار با اقتصادهای متعادل و با ثبات کشورهایی مانند ترکیه و مالزی دارد. حسام ایمانی، صدای آمریکا.